Inna وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام الله بخشنده مهربان الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ستایش مخصوص الله است که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و در آخرت نیز ستایش از آن اوست و او حکیم آگاه است. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور هر چیزی در زمین فرو می رود و هر چه از آن بیرون می آید و آن چه از آسمان فرود می آید و آنچه به سوی آن بالا می رود همه را می داند و او مهربان آمرزنده است. و قال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين کافران میگویند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد ای پیامبر بگو آری سوگند به پروردگارم که از عالم غیب آگاه است قیامت قطعاً به سراغتان می آید همسنگ ذره‌ای در آسمان ها و زمین از او پوشیده نیست و کوچکتر و بزرگتر از آن ذره چیزی نیست مگر آن که در کتابی آشکار ثبت است لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد برای ایشان بخشایش و روزی ارزشمندی در پیش است والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز الیم و کسانی که در راه انکار و تکذیب آیات ما میکوشند تا به پندار خیش ما را درمانده کنند برایشان عذابی سخت و دردناک در پیش است ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد أهل دانش می دانند آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه الله شکست ناپذیر ستوده هدایت می کند وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد كافران با خشم و تمسخر میگویند می خواهید مردی را نشانتان دهیم که ادعا می کند هنگامی که پس از مرگ کاملا متلاشی شدید بار دیگر از نو آفریده خواهید شد؟
أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. آیا او بر الله دروغ می‌بندد یا دیوانه است؟ هرگز چنین نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند در عذاب شدید آخرت و گمراهی دور و دراز دنیا گرفتارند. افلم یروا الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا کافران به آسمان و زمینی که پیش رو و پشت سرشان است نگاه نکرده اند؟ اگر بخواهیم آنان را مانند قارون در زمین فرو می‌بریم یا همچون قوم شعیب تکه‌ای از آسمان را بر سرشان می‌افکنیم. بیگمان در این هشدار برای هر بنده توبه‌کار نشانه ای از قدرت الله است. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه و الطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. ما به داوود از سوی خود فضیلت حکمرانی و نبوت بخشیدیم و گفتیم ای کوه ساران و ای پرندگان در ستایش و نیایش با او هم‌آواز شوید و آهن را برایش نرم کردیم تا هرچه می خواهد بسازد. ان اعمل سابغات و قدر فی السرد وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. به او دستور دادیم که زره های بلند و فراخ بساز و در زره بافی سنجیده و دقیق کار کن و نیکوکاری کنید که بی تردید من هر آنچه را که انجام می دهید می بینم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. و برای سلیمان باد را به خدمت گماشتیم که در وزش صبحگاهان مسیر یک ماه را طی می کرد و شامگاهان نیز مسیر یک ماه را می پیمود و چشمه مس مذاب را برایش روان ساختیم و گروهی از جنیان به فرمان پروردگارش در خدمت او کار می کردند و هر یک از آنان که از فرمان ما سرپیچی می کرد به او عذاب آتش سوزان را می چشاندیم. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. آنها برای سلیمان هر چه می‌خواست می‌ساختند، کاخ و معبد و مجسمه و کاسه های غذاخوری به بزرگی حوض و همچنین دیگ های بسیار بزرگ و ثابت. به آنان گفتیم ای آل داوود، سپاس این همه نعمت مرا به جا آوردید، ولی اندکی از بندگانم سپاس گذارند. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس چون مرگ را بر سلیمان مقرر داشتیم، کسی آنان را از مرگش آگاه نساخت مگر موریانه‌ای که عصایش را خورد
پس چون پیکر سلیمان فرو افتاد، جنیان دریافتند که اگر از اسرار پنهان آگاه بودند، هرگز در آن عذاب خفتبار و کار طاقت فرسا باقی نمی ماندند. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. در محل سکونت قوم سبأ دو باغ بزرگ از سمت راست و چپ قرار داشت که نشانه ای از قدرت و بخشش الهی بود. به آنان گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر گزارش باشید، سرزمینی پاک و پروردگاری آمرزنده دارید. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. اما آنان از شکر و ایمان روی گرداندند، پس ما سیلی ویرانگر به سویشان روان کردیم و باغهای پرمحصول آنان را به باغهای بی ارزش بدل ساختیم که تنها میوه های تلخ و درختان گز و اندکی درخت سدر داشت. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. به سزای ناسپاسیشان آنان را چنین کیفر دادیم و آیا ما جز ناسپاسان را مجازات می‌کنیم؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. و میان قوم سبأ در یمن و سرزمین‌های شام که به آنها برکت داده بودیم شهرهای خرم و به هم پیوسته قرار دادیم و سیر و سفری آسان در فواصل آنها مقرر کردیم و به آنان گفتیم در این آبادی ها در امن و امان شب و روز به خوشی سفر کنید. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اما آنان با ناسپاسی گفتند پروردگارا میان سفرهای ما فاصله بیشتری ایجاد کن تا ارزش اسبها و شترهایمان نمایان گردد و بینوایان نتوانند همچون ثروتمندان به راحتی سفر کنند. آنان به خود ستم کردند و ما نیز سخت متلاشی و پراکندهشان ساختیم و سرگذشت ایشان را داستانی عبرت آموز برای دیگران قرار دادیم. به راستی که در این ماجرا برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه هایی از قدرت الهی است. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. و یقیناً ابلیس گمان خود را درباره فریب آنان محقق کرد، پس جز گروهی اندک از مؤمنان همگی از او پیروی کردند. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. شیطان بر آنان هیچ تسلطی نداشت، بلکه ما می‌خواستیم کسی را که به آخرت ایمان دارد از کسی که درباره آن تردید دارد باز شناسیم و پروردگارت بر هر چیزی نگهبان است. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیامبر، بگو کسانی را که به جای الله از ایشان کمک می طلبید و معبود خود می پندارید به فریاد بخوانید. آنان حتی همسنگ ذره‌ای در آسمان‌ها و در زمین مالک چیزی نیستند و در آفرینش و تدبیر کائنات شرکت ندارند و هیچ یک از آنان یاور و پشتیبان الله نیست. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. در روز قیامت شفاعت برای هیچ کس نزد الله سودی ندارد مگر در مورد کسی که الله اجازه شفاعت برایش دهد. در آن روز همگان نگرانند تا آنگاه که استراب و تشویش از دلهای فرشتگان برطرف می شود، گروهی از آنان به گروه دیگر می گویند پروردگارتان چه گفت؟ آنان در پاسخ می گویند حق را فرمود و او بلند مرتبه و بزرگ است. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیامبر، به مشرکان بگو چه کسی از آسمان ها و زمین به شما روزی می دهد؟ در پاسخ بگو الله، و مسلماً یک گروه از بین ما و شما یا بر راه هدایت است یا در گمراهی آشکار. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بگو در روز قیامت شما از گناهی که ما مرتکب شده ایم بازخواست نمی شوید و ما را نیز به خاطر آنچه شما انجام می دهید بازخواست نخواهند کرد. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بگو در آن روز پروردگارمان همگی ما را گرد می آورد، آنگاه میان ما به حق داوری خواهد کرد و او داور داناست. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بگو کسانی را که در قدرت و تدبیر شریک الله ساخته اید به من نشان دهید تا مشخص شود که آیا قدرت آفریدش دارند. هرگز، بلکه او الله شکست ناپذیر حکیم است. و ما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ای پیامبر، ما تو را برای همه مردم بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم اما بیشتر مردم این حقیقت را نمی دانند. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. کافران میگویند اگر راست گویید این وعده قیامت کی خواهد بود. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بگو وعدگاهتان روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر میکنید و نه بر آن پیشی میگیرید. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
کافران میگویند ما هرگز به این قرآن و کتابهای پیش از آن ایمان نمی آوریم. کاش آنگاه که این ستمکاران در پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته می شوند می دیدی که چگونه سخن یکدیگر را رد می کنند و هر یک گناه خود را به گردن دیگری می اندازند. کسانی که در دنیا ناتوان و زیر دست بودند به رهبران گمراهگر خود می گویند اگر شما نبودید ما قطعا ایمان می آوردیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. آن رهبران گمراهگر در پاسخ به مردمان زیردست میگویند آیا پس از آن که هدایت به سویتان آمد ما شما را از آن باز داشتیم؟ هرگز، بلکه شما خود فاسد و گناهکار بودید. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. زیر دستان به گمراهگران میگویند چنین نیست، بلکه مکر و حیله شبانه روزی شما سبب شد که از هدایت باز مانیم. هنگامی که به ما دستور می دادید به الله کافر شویم و برای او در قدرت و پرستش همتایانی قرار دهیم، آنان هنگامی که عذاب الهی را می بینند پشیمانی خود را در دل پنهان می کنند و ما غل و زنجیرها را در گردن کافران می اندازیم. آیا جز به کیفر کردارشان مجازات می شوند؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما در هیچ شهری بیم دهنده ای نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان سرکش آنجا گفتند بی تردید ما پیامی را که مأمور به ابلاغ آن شده اید انکار می کنیم. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. آنان می گفتند اموال و فرزندان ما از شما بیشتر است و هرگز مجازات نخواهیم شد. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می دارد و یا تنگ می گیرد و این نشانه محبت و رضایت الله نیست، ولی بیشتر مردم نمی دانند. و ما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک سازد مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام دادند، پس آنان در برابر آنچه کرده اند پاداش دوچندان دارند و در خانه های بلند بهشت در امن و آسایشند. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. و کسانی که در راه انکار و تکذیب آیات ما میکوشند تا به پندار خیش ما را درمانده کنند به عذاب دوزخ فراخوانده میشوند.
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیامبر، بگو بیگمان پروردگارم نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می دارد و یا تنگ می گیرد و هر چیزی را که در راه الله انفاق کنید او به جای آن مال و بهتر از آن به شما باز پس می دهد و او بهترین روزی دهندگان است. و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکت اها اولائی ایاکم کانو یعبدون. و یاد کن روزی را که الله همه آنان را برمی انگیزد، سپس به فرشتگان می گوید آیا اینها شما را می پرستیدند؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. فرشتگان میگویند تو منزهی، تنها تو ولی و کارساز ما هستی، نه آنان. این مشرکان هرگز ما را پرستش نمیکردند بلکه شیاطین را می پرستیدند و بیشترشان به آنها ایمان داشتند. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون. پس امروز هیچ یک از شما نمیتواند به دیگری سود و زیانی برساند و به کسانی که با شرک ورزیدن به خود ستم کردند میگوییم بچشید عذاب آتشی را که تکذیبش میکردید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل یرید ان یصدکم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. هنگامی که آیات روشن ما بر کافران خوانده می شود می گویند این مرد می خواهد شما را از آن چه نیاکانتان می پرستیدند باز دارد و می گویند این قرآن سخنان دروغی است که به الله نسبت می دهد و کافران درباره سخن حقی که به آنان رسید گفتند این قرآن جادویی آشکار است. وما آتیناهم من کتب یدرسونها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. ما پیش از این قرآن کتابی به مشرکان ندادیم که آن را بخوانند و با استناد مطالبش تو را تکذیب کنند و پیش از تو هیچ بیم دهنده‌ای به سویشان نفرستادیم. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. مردمی که پیش از ایشان بودند نیز پیامبران الهی را دروغگو شمردند، حالان که این مشرکان حتی یک دهم ثروت و امکاناتی را که به آنان داده بودیم در اختیار ندارند. با این حال آنان پیامبرانم را تکذیب کردند، پس بنگر که مجازات من چگونه بود. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیامبر، به مشرکان بگو من فقط شما را به انجام یک کار توصیه می کنم،
به صورت انفرادی یا جمعی خالصانه برای الله برخیزید، سپس در احوال و زندگی پیامبر بیندیشید تا بدانید که این همنشین شما دیوانه نیست. او بیم دهنده است که پیشاپیش عذاب شدید آخرت برای هدایت شما آمده است. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. ای پیامبر بگو هر پاداشی که برای رسالتم از شما خواستم برای خودتان باشد، پاداش من تنها بر عهده الله است و او بر همه چیز گواه است. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم که دانای رازهای نهان است استدلالهای حق را بر باطل فرو می افکند و آن را به تمامی نابود می سازد. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. ای پیامبر بگو حق فرا رسید و باطل نمیتواند تأثیر و قدرت جدیدی پدیدار کند و نه نفوذ گذشتش را بازگرداند. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. ای پیامبر بگو اگر من با ابلاغ این پیام گمراه شده باشم تنها به زیان خیش گمراه شدم و اگر هدایت یافته باشم به سبب کلامی است که پروردگارم بر من وحی می کند، یقینا او شنوای نزدیک است. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. کاش هنگامی را می دیدی که فریاد وحشت کافران از مشاهده عذاب بلند می شود، اما نمی توانند از آن بگریزند و آنها را از جای نزدیکی که حتی انتظارش را ندارند دستگیر می کنند. و قالوا آمنا به و انا لهم التناوش من مکان بعید. آنان در این حال می گویند به قیامت ایمان آوردیم، اما اکنون که مرده اند چگونه می توانند از فاصله دور به ایمان دست یابند؟ و قد کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید. این در حالی است که آنان در دنیا به قیامت باور نداشتند و با گمانها و تهمتهای ناروا از دور تیری به تاریکی می افکندند. وحیل بینهم و بین ما یشتهون وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل بأشیاعهم من قبل انهم کانوا فی شک مریب. آنگاه میان آنان و لذتهای دنیوی که همواره به دنبالش بودند جدایی خواهد افتاد، چنان که پیش از این نیز با امثال و همفکران ایشان اینگونه برخورد شد، زیرا آنان نسبت به قیامت سخت در تردید بودند. اِنَّهَا